در جاده‌ای به طول کیلومترها در مصر. این صف کامیون‌های حامل کمک‌های انسانی برای مردم غزه است که پشت مرز متوقف مانده. گذرگاه رفح که مسیر اصلی انتقال کمک‌ها به نوار غزه است. اما در این سوی مرز، در خاک مصر، امدادگران هلال احمر در انتظار دریافت و نظارت بر کمک‌ها می‌گویند با مرز بسته روبرو شدند. در سوی دیگر این گذرگاه و در خاک غزه نیروهای ارتش اسرائیل و تانک‌ها و سربازان که به گفته وزارت دفاع اسرائیل از صبح سه‌شنبه در اینجا مستقر شدند و این نقطه مرزی مهم را در کنترل گرفتند. این اقدام نظامی در حالی که گفتگوهای آتش بس بین دو طرف درگیر در جنگ در جریان بود با واکنش جهانی همراه شده. عملیاتی که آن را پیش درآمد حمله بزرگتر به رفح ارزیابی کردند و از سوی دیگر بسته شدن شریان اصلی برای مبادلات مرزی و انتقال کمک‌ها آنطور که سازمان ملل نسبت به آن هشدار می‌دهد. دو شریان اصلی کمک رسانی به غزه در حال حاضر مسدود شده. آژانس‌های سازمان ملل ذخایر بسیار کمی در داخل نوار غزه داشتند. در حال حاضر دسترسی به گذرگاه رفح نداریم. او در ادامه امروز را روزی تاریک در تاریخ جنگ غزه می‌داند. امروز یکی از تاریک‌ترین روزهای این کابوس هفت ماه است. همه ما دیشب تصاویر خانواده‌ها در غزه را دیدیم که در حال جشن گرفتن بودند. این اولین باری بود که باور کردند که بالاخره آتش بس توافق شده. اما چند ساعت بعد همه چیز واژگون شد و فهمیدند امید کاذبی است. آتش بسی نیست و فقط باز هم جنگ. دوشنبه شب جشن شادی پایان جنگ غزه را فرا گرفت پس از اینکه خبر موافقت حماس با آتش بس منتشر شد. شادی کوتاه که به زودی جایش را به بمباران شبانه داد. در حمله هوایی دوشنبه شب اسرائیل به رفح 23 نفر کشته شدند. در میان آنها 5 زن و 6 کودک. حالا همه اینها جایش را به نگرانی و ادامه سردرگمی داده. ساکنان غزه و آوارگانی که در ماه‌های گذشته به دستور ارتش اسرائیل خانه‌هایشان را ترک و به رفح آمدند حالا نمی‌دانند به کجا بروند. برای دخترم برگه انتقالی دارم تا تو خارج عمل کنه اما حالا که مرز رو بستن نمی‌دونم چی میشه. میخوام بدونم حق ما از مردم کشورهای دیگه کمتره؟ نمیشه بچه های ما هم مثل اونا تو امنیت زندگی کنن. بچه های ما زندگیشون فقط شده این که بپرسن کجا باید بریم. حمله کردن، موشک زدن، این شده زندگیشون، حتی خواب ندارن. الان هم باید بریم، ولی کجا که امن باشه؟ در ادامه مذاکرات آتش بس در قاهره نمایندگان قطر، آمریکا و حماس در پایتخت مصر میزبان این مذاکرات هستند. دولت اسرائیل گفته مذاکره کنندگانش به زودی عازم قاهره می شوند. برای ارزیابی پیشنهاد آتش بس 3 مرحله‌ای مورد حمایت حماس. پیشنهادی که اسرائیل پیشتر آن را رد کرد و گفت به هدفش که تهاجم به شرق رفح است ادامه می دهد. در میان آوارها و خرابی های جنگ کودکان غزه برای یافتن باقی مانده آشنا از زندگی و آنچه داشتند جستجو می کنند. در رفح که فلسطینی ها آن را آخرین پناهگاه خود می دانند و اسرائیل آخرین سنگر حماس. در حالی که جستجو برای آتش بس و پایان جنگ در آغاز 8 ماه آن ادامه دارد. شهره جولانی، لندن.